در این مدرسه دینی در کابل دختران مصروفی آموزش هستند که در گذشته دانش آموزی مکتب ها بودند. یلدای 18 ساله دانش آموز صنف نهم مکتب است. او آرزو داشت تا دکتر شود، اما میگوید که اکنون از رسیدن به این آرزویش ناامید شده. در دکتر شدن خواهی هیچ کمک کردن نمیتونه بخاطر که بخاطر او از طریق مکتب پیش میره و مکتب های متاسفانه بسته است، ولی باز هم مدرسه هم خوب است بخاطر بالا رفتن و سطح علم دینی ما خوب است و ای هم یک جایگزین بسیار خوب است بخاطر بالا بردن ظرفیت خود ما و دانش ما. با بسته شدن این مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم در کشور، شمار زیادی از این دختران به مدارس دینی رو آوردن. شمار دختران در این مدرسه به 30 تن می رسد. سارای 19 ساله هم در گذشته دانش آموز صنف دهم مکتب بود. خب من زمانی که شب میشه یا روز میشه همیشه با خود خیال بافی میداشته باشم، همیشه با خود امیدواری میداشته باشم که شاید یک روز مکتب باز شود، شاید درسای مریضی هم که ادا پیشتر بره، شاید دانایی بیشتر شود، ولی هیچ وقت امیدم از دست نمیدم. حکومت طالبان گفته است که میکوشد تا شمار مدارس دینی را در سراسر افغانستان افزایش دهد. در این مدرسه در گوشه ای از شهر کندهار نیز و دختران و پسران در ساختمان جداگانه دروس دینی تدریس می شود. با این حال شمار زیادی مردم به شمول عالمان دین فراگیری علوم عصری را هم نیازی اصلی برای پیشرفت جامعه می دانند. ترک علوم عصری جفا در حق ملت است. این امکان وجود ندارد که بدون علوم عصری یک ملت به پیش برود. با برگشت طالبان به قدرت، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم بسته شدند و سپس دختران از رفتن به پوهنتون‌ها نیز محروم شدند. همچنان بر کار زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی محدودیت وضع شد. همزمان با این نصاب تعلیمی مکاتب پسرانه نیز نسبت به 2 سال پیش تغییر کرد و آموزش‌های دینی در این مکاتب افزایش یافته است. اقدام طالبان مبنی بر محدود کردن زمینه کار آموزش دختران و زنان با واکنش های شدید جهانی نیز همراه شد. اما با این هم در موقف حکومت طالبان در این زمینه تغییری دیده نشده است.